بسم الله الرحمن الرحیم. معلمان گرامی، و قسمت دوم جلسه ششم درسی خود می رسیم که در این قسمت من شما بحث تحت عنوان ارگان های تطبیق کننده قواعد حقوق بین الملل جزا را با هم به بررسی می گیریم که این نهادهای تطبیق کننده قبل از جنگ اول جهانی چی بودن و بعد از جنگ اول جهانی شامل کدام مرحله ها می باشد. هر یک از اینها را با هم به صورت جداگانه و بررسی می‌گیریم و نتایج را انشاءالله با هم درک خواهیم کرد که کدام موارد و کدام جاها را در بر خواهد گرفت و یا شامل کدامین موارد و نهادها خواهد گردید. اول نهادهای تطبیق کننده قواعد حقوق بین الملل جزا را می‌خواهیم برایتان به بررسی بگیرم و بعداً با هم می‌خواهیم این موارد را بدانیم که تاریخچه این ارگان ها قبل جنگ اول و بعد از جنگ دوم جهانی چی گونه خواهد بود. نهادهای تطبیق کننده قواعد حقوق بین الملل جزا را گفته می دانیم که عبارت از مجموعه از اشخاص حکمی هستند. مجموعه از اشخاص حکمی هستند که به تأسی است مصوبات دولت ها و سازمان های بین المللی. ایجاد می‌گردد و منظور رسیدگی به جنایات گسترده، یا به عبارت دیگر گفته می‌تانیم که نهادهای بین‌المللی، نهادهای تطبیق کننده قواعد حقوق جزای بین‌المللی عبارت از مجموعه‌ای از نهادها و دیوان‌هایی است که به منظور تطبیق قواعد و مقررات حقوق بین الملل جزا ایجاد می‌گردد و منظور تطبیق قواعد و مقررات حقوق بین الملل جزا ایجاد می‌گردد. پس در این راستا گفته می‌دانیم که قواعد حقوق بین الملل جزا نهادهای مربوطه شامل نهادهای حکمی می‌باشد و نه افراد حقیقی یا نهادهای حقیقی را در این راستا نمی‌توانیم ببینیم. در مورد مسئولان گرامی، در مورد ارگان‌های تطبیق کننده دیدگاه‌های مختلف و نهادهای مختلف مطرح است. ابتدا اینها عده‌ای از افراد اعتقاد دارند که تنها نهادهایی که وابسته به دولت ها می باشند، اینا را ما تحت عنوان این تعریف می کنیم نهادهای تطبیق کننده. اما نهادهایی که وابسته به سازمان های بین المللی بوده باشند، ما آنها را من حیث نهادهای تطبیق کننده اساسی، من حیث نهادهای تطبیق کننده در این راستا نداریم و نمی پذیریم. پس اینجاست که مسئولان گرامی به صورت اساسی گفته می تانیم، اما پس دیدگاه ها مختلف است. دید دوم تنها گفته می دانیم که نهادهایی را به نیست نهادهای تطبیق کننده می پذیرد که آنها وابسته به سازمان های بین المللی بوده باشد و وابسته به تنها به دولت ها نباشد. یعنی هم دولت و هم سازمان های بین المللی به صورت متفاوت و اساسی در اینجا گام بردارند. پس به صورت اساسی گفته می تانیم که نهادهای تطبیق کننده قواعد حقوق بین الملل جزا عبارتند از مجموعه از نهادهای حکمی هستند که وابسته به دولت ها و سازمان های بین المللی بوده است که این نهادها را گفته می تانیم به صورت اساسی و منظور تطبیق قواعد و مقررات حقوق جزای بین الملل ایجاد گردیدند. بنابراین در اینجا گفته می تانیم که به صورت اساسی نهادهای تطبیق کننده قواعد حقوق جزای بین الملل شامل اشخاص حکمی است که به تأسی قواعد و مقررات حقوق بین الملل ایجاد می شود و در عمل آنها را تطبیق می نماید. در مورد نهادهای تطبیق کننده مسئولان گرامی دیدگاه های مختلف و بحث های مختلف مطرح می باشد. ایده از افراد و گروه ها آنها را یک امر ناپسند و وابسته به اراده دولت ها می پندارد. اما ایده از افراد
عقیده از افراد به صورت محوری و اساسی آنها را نمی‌پذیرند و بیان دارند که دید جامع‌تر و اساسی‌تر است که کلیه گروه‌ها و دولت‌ها را در بر دارد. کلیه گروه‌ها و دولت‌ها را به صورت محوری و اساسی در بر دارد و آن را وابسته به یک گروه خاص نمی‌پذیرد. خب معاصران گرامی، حالا در مورد تاریخچه نهادها گفته می‌کنیم که به صورت اساسی برمیگردد به قبل جنگ اول جهانی و بعد از جنگ اول جهانی. قبل از جنگ اول جهانی در مورد چگونگی ایجاد محاکم جزایی بین‌المللی نظریه های مختلف روی هم وجود داشتند و گاه‌گاه درباره های مختلف بحث ها مطرح گردیدند. گاه‌گاه درباره های مختلف جهانی مطرح گردیدند. از قبل از سالیانی که تحت عنوان جنگ های مذهبی مطرح می شود تا سالیانی که تحت عنوان جنگ ها و مشکلات عدیده و شدید سیاسی که برمیگردن و جنگ های مذهبی در اروپای آن زمان. پس اینجاست که مسئلان گرامی به صورت اساسی دولت های آن زمان اعتقاد داشتن که باید نهادهای وجود داشته باشد تا این قواعد و جرایم بین‌المللی را رسیدگی نماید. هرچند بعد از کنفرانس صلح وستفالیا در سال 1648 میلادی با انعقاد این کنفرانس به صورت اساسی دولت‌های آن زمان اعتقاد بحثشان این بود که باید یک گروه نهاد و دیوان تأسیس گردد که در نتیجه آن باید کلیت دولت‌ها و جرایم مربوطه آنها باید به صورت اساسی رسیدگی شود و اگر جرایم مربوطه را رسیدگی نمایند به صورت بهتر از جنگ‌ها و جزات و مشکلات جلوگیری می شود. مسئلان گرامی، نتیجه این همه بحث‌ها و مشکلات مسترده و اساسی باعث می گردید که یک سلسله بحث‌های محوری مطرح شود. نتیجه این بحث‌های محوری بالاخره منجر به این گردید که ملت‌ها و حکومت‌های آن زمان به این اتفاق بوده باشند تا آنها به صورت اساسی و محوری به یک جایگاه عمده‌ای برسند و نهادهایی را تأسیس نمایند. اما این نهادها روی هم رفته گاهی به شکل موقتی بودند و گاهی هم با گذر تحولات سیاسی همراه بودند. و گاهی هم نتایج مؤثری را در زمینه نداشتند. اولین و نخستین نظریه که به صورت دائمی مطرح می شود مثلان گرامی بحث تحت عنوان نظریه گستف مونیر بود که در سال 872 میلادی مطرح می شود. گستف مونیر دانشمند سوئیسی بود که از بانیان صلیب سرخ جهانی بود و در گزارشی که به کمیته بین‌المللی کمک به مجروحان غیر نظامی تسلیم نمود پیشنهاد نمود که باید یک محکمه جنایی بین‌المللی 5 عضوی تأسیس گردد که این محکمه باید از طرف دولت‌های متخاصم و دولت‌های عضو و دولت بی‌طرف باید این نهاد تشکیل گردد تا به مشکلات و موارد رسیدگی نماید. انگیزه پیشنهاد نظریات گستف مونیر همان جنگ‌های میان پروس و فرانسه در سال 1871 میلادی بود که اما این نتیجه در عمل تطبیق نگردید. بعداً مسئلان گرامی در سال 1895 میلادی گستف مونیر بار دیگر نظریات خود را در جلسه اینستیتیوت حقوق بین‌الملل کامبریج انگلستان تکرار نمود، اما متاسفانه پیشنهاد وی در عمل شنیده نشد و با اعتراضات گسترده مواجه گردید که اکثریت دولت‌های آن زمان با اختلافات این موارد را رد کردند و گفتند که از نظر آنها قابل قبول نمی باشد. در سال 1907 میلادی مسئلان گرامی در کنفرانس دوم صلح لاهست از جانب نیکولای دوم امپراتور روسیه پیشنهاد گردید که باید در این راستا گام‌های اساسی برداشته شود و یک نهاد بین‌المللی تأسیس گردد تا به مشکلات به صورت اساسی رسیدگی نماید. و این مشکلات اما این پیشنهادات در عمل نتیجه نداد و سبب آغاز جنگ جهانی اول گردید. جنگ اول جهانی که با پایان جنگ اول در 28
جون سال 1990 میلادی کنفرانس صلح وارسای دایر گردید. و اصلان گرامی کنفرانس صلح وارسای یک کنفرانس بزرگی بود که نظم نوین جهانی را بعد از جنگ اول جهانی تعریف نمود. اینجاست که مثلان گرامی به صورت اساسی ملت‌ها و دولت‌ها را متوجه نمود تا به اختلافات خود رسیدگی نماید. و مبادری راه های اساسی این مشکلات را حل فصل نماید. مسئلانه گرامی در بحث تحت عنوان این که در کنفرانس صلح وارسای پیشنهاد کردید در مواد 227، 28 و 29 که باید یک محکمه جنایی بین المللی تأسیس گردد. و به جنایات رسیدگی نماید. به صورت گسترده و اساسی رسیدگی نماید. و همچنان میثاق جامع ملل به نحوی از آنها پیشنهاد نمود تا به این مشکلات رسیدگی نماید و برای آن راه حل های اساسی و محوری را بیان نماید. در مورد بحث‌های تحت عنوان محکمه جنایی بین المللی که ایجاد کردید و به منظور رسیدگی به جنایات دولت آلمان در جنگ جهانی اول، اینجا بود که یک سلسله بحث‌های مطرح کردید. در معاهده مناقضه‌ای که در راستای جدید محکمه ایجاد کردید به صورت اساسی پیشنهاد شد برای ملت‌ها و دولت‌های آن زمان که باید از سران دولت آلمان مورد محاکمه قرار بگیرد. و باید آنها به صورت اساسی یک محکمه جنایی بین‌المللی تأسیس کردند. اما این محکمه که به منظور محاکمه ویلهلم دوم تأسیس شده بود در عمل مریول اجرا نگردید. چرا؟ اینجاست که مثلان گرامی به صورت اساسی با اول اثر عدم همکاری دولت آلمان و اینکه اون جنایات را پوشانیده و برای ماهیت سیاسی قائل گردید، این محکمه تدبیر نگردید. بالاخره میثاق جامع ملل طرح را هم در این راستا داشته است که در سال 1920 بر اثر پیشنهاد براندسکو حقوقدان بلژیکی اینجا بود که به صورت اساسی پیشنهاد نمود که باید یک محکمه جنایی بین‌المللی ایجاد شود. بالاخره در سال 1921 میلادی اساسنامه محکمه جنایی بین‌المللی را آنها ایجاد نمودند. در آن محکمه تنها اشخاص حقیقی و فیزیکی قابل محاکمه هستند، نه اشخاص حکمی. اینجا بود که این موضوع به صورت اساسی رد کردید. اما جامعه ملل آن را تصویب نکرد، مجمع عمومی جامعه ملل، و طرح را رد نمود. بعدا در سال 1935 میلادی وستفالن بلا حقوقدان معروف رومانیایی اینجا بود که به صورت اساسی طرح ایجاد محکمه جنایی بین‌المللی را مطرح نمود، اما این طرح رد کردید. دلایل سیاسی و بالاخره سلسله جنگ های مطرح گردید تا اینکه در سال 1937 معاهده بین‌المللی مبارزه با تروریسم منعقد کردید که در آن معاهده ضرورت ایجاد یک نهاد جزایی بین‌المللی را پیشنهاد نموده بود. اما در عمل گفته می‌تانیم که در عمل به صورت اساسی این طرح رد کردید. بالاخره بجز از پارلمان کشور هند اکثریت نهادها این طرح را رد کردن و در سال 1937 میلادی که معادل جنگ دوم جهانی بود، این معاهده به صورت اساسی تطبیق نگردید. بالاخره مسئولان گرامی و
اینجا بود که این طرح به صورت عملی تطبیق نگردیم. با عدم تطبیق این طرح به صورت عملی اینجا بود که یک سلسله اشکالات جدی و اساسی مطرح نگردیم. این اشکالات منجر به بار دیگر به حالی نکردن جنایت در سطح جهانی می باشد. به حالی نکردن جنایت در سطح جهانی به صورت گسترده و اساسی آن می باشد. نتیجه همه این بحث ها منجر می گردد که اختلافات بسیار شدید در سطح جهان ایجاد گردد و یک جنگ گستردی اساسی دیگر آغاز گردد که همانا جنگ دوم جهانی بود. ما در جریان جنگ دوم جهانی شاهد انجام جنایات خیلی شدید و گسترده از جانب ملت ها و دولت ها بودیم که نتیجه این اختلافات گسترده و شدید به صورت اساسی منجر گردید که جنایات خیلی هولناک و اساسی صورت بگیرد که نتیجه این جنایات هولناک منجر به تباهی و منجر به تباهی و نابودی اکثریت بشریت گردید. اینجاست که مسئلان گرامی در ختم جنگ دوم جهانی سلسله بحث های مطرح کردید که ضرورت چنین نهادها را به صورت عملی خواستن مطرح بس قرار بدن. بحث اول و بحث دوم این بود که در پهلوی این موارد اینا خواستن که یک بحث محوری دیگر را داشته باشند که امانا بس تحت عنوان ایجاد این نهادها خواه به صورت دائمی خواه به صورت دائمی ایجاد شود و خواه به صورت موقتی. ولی با پایان جنگ دوم جهانی یک سلسله موارد مطرح شد. محکمه جنایی بین المللی نورنبرگ تأسیس شد، محکمه جنایی بین المللی توکیو تأسیس گردید و همچنان مقدمات اساسی در این راستا و جهت تأسیس این قواعد عملا تطبیق گردید. اما در عمل باز هم با خلاها و مشکلات و چالش های سیاسی مواجه بود که نتیجه این چالش ها ما را قدم موفقیت قائل به صورت اساسی بود تا بالاخره منجر به ایجاد یک محکمه جنایی بین المللی در سال 1998 میلادی گردید. خب مسئلان گرامی، حالا من شما به این قاعده و بحث محوری میرسیم که بعد از جنگ دوم جهانی چی کارهای اساسی این راستا صورت گرفت؟ چی راستای اساسی و گامهای اساسی در این راستا صورت گرفت؟ این موارد را انشاءالله در جلسه هفته آینده با هم وضاحت خواهیم داد و پایان درس خواهیم رسید و امید موفقیت های هرچه بیشترتان. السلام علیکم و رحمت الله تعالی.